داستان دوست بودن یکی از روزهای سال اول دبیرستان بود من از مدرسه به خانه برمیگشتم یکی از بچه های کلاس سالی اسمش مارک بود و انگار همه کتاب را با خود به خانه می بود. با خودم گفتم که این همه ای کتاب را آخر هفته به خانه می بره. حتما این پسر خیلی درس خونه من برای آخر هفته برنامه‌ریزی کرده بودم مسابقه فوتبال با بچه ها ببینم و, و مهمانی یکی از هم کلاسی های هم بنابراین شانه را بالا انداختم و راهم هم را ادامه دادم. همینطور که میرفتم تعدادی از بچه ها را دیدم که به طرف او میدویدن و او را به زمین انداخت. کتاب هایش پخش شد و خودش هم روی خاکه افتاد. عینکش افتاد و من دیدم چند متر اون طرفتر روی چمن ها پرد شد. سر که بالا آورد در چشمانش یک نم بزرگ دیدم. بی اختیار قلبم به طرفش کشیده شد و به طرفش دویدم. در حالی که به دنبال عینکش میگشت یک قطری درشت هشت در چشمانش دیدم همینطور که عینکش را به دستش میدادم گفتم این بچه ها یک مشاشخالند او به من نگاه کرد و گفت هی متشکرم و لبخند بزرگی صورتش را پوشاند از آن لبخندهایی که سرشار از سپاسگزاری قلبی بود من کمکش کردم که بلند شد و ازش پرسیدم کجا زندگی میکنی معلوم شد که او هم نزدیک خانه ما زندگی میکنی ازش پرسیدم پس چطور من تو را ندیده بودم او گفت که قبلا به یک مدرسه خصوصی میرفته و این برای من خیلی جالب بود پیش از این با چنین کسی آشنا نشده بودم ما تا خانه پیاده قدم زدیم و من بعضی از کتابهای شا برایش آوردم او واقعا پسر جالبی عذاب آمد من ازش پرسیدم آیا دوست دارد با من و دوستان فوتبال بازی کند و او هم جواب مثبت داد ما تمام آخر هفته را با هم گذراندیم و هرچی بیشتر مارک را میشناختم بیشتر از او خوشم میآمد دوستانم هم همچین احساسی داشتند صبح دوشنبه رسید و من دوباره مارک را با حجم انبوهی از ها دیدم و گفتم پسر تو واقعا بعد از مدت کوتاهی عضلات قوی پیدا میکنی با این همه کتابی که با خودت این طرف اون طرف میبری مارک خندید و نصف ها را در دست من گذاشت در چهار سال بعد من و مارک بهترین دوستان هم بودیم وقتی به سال آخر دبیرستان رسیدیم هر دو به فکر دانشکده افتادیم ما تصمیم گرفت به جورجتاون برود و من به دوک من میدانستم که همیشه دوستان خوبی باقی خواهیم بود مهم نیست کیلومترها فاصله بین ما باشد او تصمیم داشت دکتر شود و من قصد داشتم به دنبال خرید فروش لوازم و فوتبال بروم مارک کسی بود که قرار بود برای جشن فارغ تحصیلی صحبت کند من خوشحال بودم که مجبور نیستم در آن روز روبروی همه صحبت کنم من مارک را دیدم او عالی به نظر میرسید و از جمله کسانی به شمار میامد که توانستن خود را از دوران دبیرستان پیدا کنند حتی این زدنش هم به او میامد. همه دوستش داشت پسر گاهی من بهش حسودی می کردم امروز یک از اون روزها بود من دیدم که برای سخنرانیش کمی عصبی است بنابراین دست محکمی به پشتش زدم و گفتم ای مرد بزرگ تو عالی خواهی بود او با یک از اون نگاهش به من نگاه کرد همون نگاه سپاسگزارم واقعی و لبخند زد و گفت ممنونم گلویش را صاف کرد و صحبتهایش را اینطور شروع کرد فارز تحصیلی زمان سپاس از کسانی است که به شما کمک کردند این سالهای سخت را بگذرند والدین شما معلمانتان خواهر و برادرهایتان یا شاید یک معلبی ورزش اما مهمتر از همه دوستانتان من اینجا هستم تا به همه شما بگویم دوست بودن بهترین هدیه است که شما می توانید به کسی بدهید. من می خواهم برای شما داستانی را تعریف کنم. من به دوستم با ناباوری نگاه می کردم در حالی که او داستان اولین روز آشنایی من را تعریف کرد. بالا آرامی گفت که در آن تعطیلات آخر هفته قصد داشته خودش را بکشد. او گفته که چگونه کم... کمد مدرسه را خالی کرده تا مادرش بعدا سال او را به خانه نیاورد. مارک نگاه سختی به من کرد و لبخند کوچکی و لبانه ساحر شد. او ادامه داد خوشبختانه من نجات پیدا کردم. دوستم را از انجام این کار غیرقابل بحث باز داشت. من به هم همه که در بین جمعیت پراکنده شد گوش می دادم. در حالی که این پسر خوشقیافه و مشهور مدرسه به ما درباره سستین لحظات زندگیش توضیح می داد. پدر و مادر شادیم که به من نگاه میکنند و لبخندی پر از سپاس میزنند همان لبخند همیشگی من تا آن لحظه عمق این لبخند را درک نکرده بودم هرگز تأثیر رفتارهای خود را دست کم نگیرید با یک رفتار کوچک شما می توانید زندگی یک فرد را دگرگون نمایید برای بهتر شدن یا بدتر شدن خداوند ما را در مسیر زندگی یکدیگر قرار میدهد تا به شکل گوناگون بر هم اثر بگذاریم دنبال خدا در وجود دیگران بگردید. حالا شما دو راه برای انتخاب دارید. این فایل صوتی را به دوستانتان نشان دهید یا آن را پای کنید. گویی دلتان آن را لمس نکرده. همانطور که میبینید من راه اول را انتخاب کردم. دوستان فرشتههایی هستند که شما را بر روی پاهایتان بلند می کنن. زمانی که بالهای شما به سختی به یاد میآورد چگونه پرواز کند. هیچ آغاز و پایانی وجود ندارد. دیروز به تاریخ پیوسته فردا رازی از نابشودنی اما امروز یک هدیه است.